این هفته جزیره برگی شکل، کلاه باهوش و آبشار موتوری. تایوان، جزیره‌ای شبیه به یک برگ که در تقاطع چهار دریا قرار گرفته. خیلی از ما اولین بار اسم این کشور رو روی برچسب‌های میدین تایوان دیدیم. روی لوازم برقی، روی اسباب بازی، دوچرخه و چیزهای دیگه. انگار تایوان خودش اسم یک برند باشه. اما دنیا از اولین بار که اسم تایوان رو دیدیم خیلی عوض شده. سخت افزار جای خودش رو به نرم افزار داده. حتی گوشی هم قدیمیه. آینده یعنی هوش مصنوعی. 500 سال پیش به تایوان میگفتند پادشاهی دزدان دریایی. اینجا پایگاه به اصطلاح کارآفرینان چینی و ژاپنی بود که در دریای جنوب چین تجارت میکردند. در دوران جدید هم همون شوق کارآفرینی در تایوان ادامه پیدا کرده، ولی کارآفرینی مشروع و قانونی. از دهه 1960 تایوان از کشورهای پیشرو جهان در تولیدات فناوری بوده. تایوان در یک دوره 30 ساله به سرعت صنعتی شد. اسم اون دوران رو گذاشتند معجزه تایوان. برای همین لارا لوینتون و استیون بکت رفتن به این کشور تا ببینن Made in تایوان یا همون ساخت تایوان در قرن 21 یعنی چه. این شما و این تایوان. در این دورانی که تایوان صنعتی شد، شرکت‌های سخت افزاری عظیمی در این کشور شکل گرفتن و در دنیا معروف شدند. شرکت‌هایی مثل HTC، ASUS و Acer. در قلب این تحولات صنعت نیمه رسانه‌ها بود و شرکتی به اسم TSMC که احتمالاً هیچ وقت اسمشو نشنیدین. TSMC یکی از بزرگترین تولید کننده های نیمه رسانه در دنیاست که تراشه بعضی از بهترین موبایل ها رو می سازه. از جمله آیفون 11. اگه موبایل هوشمند داشته باشین به احتمال بسیار زیاد یه چیزی ساخت TSMC توشه. و وجود این تراشه ها مدیون کشف نیمه رسانه هاست. چرا نیمه رسانه ها مهم یا جالبن؟ برای اینکه زندگی آدم رو عوض می کنن. تولیدی های نیمه رسانه جاهای مختلف دنیا هست، ولی بزرگترینشون اینجا در تایوانه. و ما استثنان اجازه پیدا کردیم بریم ببینیم تراشه هایی رو که همه وسایل الکترونیک ما بهش نیاز دارن چجوری می سازن. ورود به کارخونه هم برای خودش هفت خانی داشت. ظاهرم باید کفشو تو روی موکت در بیاری و بذاری تو کمد. تازه این اولش بود. بعد باید یه توری بکشی سرت، دستاتو بشوری و یه دونه از اینا رو بپوشی که گرد و غبار نبری توی کارخونه. به هم میاد. تازه بعد بریم حموم باد. انگار آدمو انداخته باشن توی خشک‌کن. The manufacturing of wafers has to be extremely precise. تولید ویفر یا زیرلایه کار بسیار دقیقیه. هیچ ذره‌ای نباید روی ویفر بیفته، وگرنه تراشه خراب میشه. نهایتاً اجازه دادن بریم تو. وقتی رفتیم تو فهمیدیم این همه دنگ و فنگ بی خود نبوده. سرعت این تراشه ها بستگی به این داره که چند تا ترانزیستور بتونن توی یه فضای خالی ریز جا بدن. وقتی میگم خیلی ریز یعنی در حد نانومتر، یعنی حتی یک تک ذره غبار هم مهمه. I don't really know how to describe how fine that 5 نانومتر یا 7 نانومتر is. راستش نمیدونم 5 نانومتر یا 7 نانومتر رو چه جوری میشه توضیح داد. یه مثالی که اغلب میگن اینه که 1000 تای موی آدم میشه حدود 28 نانومتر. توی این کارخونه همه چیز ماشینی و خودکاره. حتی نور هم زرده که به محصول و دستگاه‌ها آسیب نرسه. طبعا یه چیزایی هم هست که نمیتونیم فیلم بگیریم، برای اینکه فناوری خیلی پیشرفته است و باید مخفی بمونه.
We have to protect our customers' information. ما موظفیم از اطلاعات مشتری‌هامون محافظت کنیم. بنابراین اجازه نمیدیم دوربین هر جای خط تولید که میخواد بره، چون ممکنه ناخواسته چیزی از اطلاعات مشتری ما ثبت کنه. They may pick up customer information. اگه حرکت همه این دستگاه رو جمع کنیم، روزی 400 هزار کیلومتر طی می‌کنن. برای اینکه دستتون بیاد چقدره، 400 هزار کیلومتر یعنی حدوداً 10 دور دور کره زمین. و همه این تلاش‌ها برای اینه که قانون معروف مور نقض نشه. قانون مور به اسم جورج مور که در دهه 1960 مهندس شرکت اینتل بود، میگه تعداد ترانزیستورهای روی هر تراشه هر دو سال دو برابر میشه و هزینه نصف میشه. و عملی کردن این نظریه هر روز سخت‌تر میشه، به رغم فشار مصرف کننده که انتظار داره قابلیت دستگاهاش مدام بیشتر بشه. The next driver is what we call ubiquitous computing. It is computation everywhere. انگیزه بعدی ما چیزیه که بهش میگیم پردازش فراگیر، یعنی پردازش همه جا و هر لحظه، یعنی تمام دستگاه ها به هم وصلن، میلیاردها ابزار جدید که همه هوشمندن و هر لحظه محاسبه و پردازش میکنن و به دستگاه های دیگه وصل میشن. این آینده‌ایه که با نیمه رسانه ها میسر میشه و این آینده‌ای که اونجا چندان دور از دسترس نیست. تایوان در هوش مصنوعی بسیار پیشرفت کرده، به خصوص در حوزه درمان و بهداشت. اومدم به بیمارستان عمومی نظامیان تایپه که دارن از بعضی امکانات هوش مصنوعی استفاده میکنن. سیستم‌های هوش مصنوعی اغلب جلوی چشم نیستن، ولی در این بیمارستان به ما اجازه دادن از پشت صحنه هم گزارش تهیه کنیم. الان یه بیمار داخل تونله. داریم مغزش رو اسکن می‌کنیم که ببینیم سرطان ریه‌اش به مغز نزده باشه. خیلی از بیمارایی که میان اینجا در یک بیمارستان دیگه تشخیص اولیه سرطان گرفتن. بنابراین هر کس میاد اینجا با دلهوره و اضطراب میاد. هدف ما اینه که اضطراب رو کمتر کنیم و کل فرایند رو کوتاه کنیم. در عالم واقع من باید عکس‌ها رو دونه دونه ببینم. کار سخت و حتی به لحاظ فیزیکی سنگینیه. ولی وقتی هوش مصنوعی هست، میشه ازش برای بررسی عکس‌ها هم کمک گرفت. نکته اینجاست که حجم کاری که یک پزشک در دو هفته انجام میده، هوش مصنوعی در چند ثانیه انجام میده. میبینید که عکس‌ها با چه سرعتی توی سیستم آپلود میشن. و از هوش مصنوعی هم میتونین ببینین. یکی اونجاست. یکی هم اینجا. و این زمان میتونه سرنوشت بیمار رو عوض کنه. هوش مصنوعی به جز تشخیص در تصمیم‌های جراحی هم به جراح کمک میکنه. این بیمار در مرحله 4 سرطان ریه است، بنابراین دیگه نمیشه عمل کرد. اما چرا تایوان و این بیمارستان به طور خاص در کاربرد هوش مصنوعی در دنیا پیشرو شدند؟ مردم تایوان به دو چیزشون مباهات میکنن: علوم کامپیوتری و پزشکی. همه امور پزشکی ما بیش از 10 ساله که کامپیوتری شده. آیا اینکه سالهاست دارین داده جمع میکنین به اینکه میتونین اینقدر از هوش مصنوعی استفاده کنین کمک کرده؟ صد درصد، برای اینکه ما ماشین رو آموزش میدیم. ماشین یاد میگیره بنویسه و تشخیص بده. درسته، یعنی شیوه عکس برداری همون شیوه قدیمیه. بله بله، کاملا درست. ولی الان در مرحله تشخیص کامپیوتر وارد عمل میشه، یعنی به جای پزشک. میشه گفت یادگیری عمیقه. همه شهروندای تایوان کارت بهداشت دارن که باهاش میشه سوابق پزشکیشون رو دید. So basically once you have card you can go to the doctor everywhere because I think 95% در عمل همه جا میتونین از این کارت استفاده کنین. برای اینکه حدود 95% جمعیت برای مراجعه به پزشک از نظام بیمه درمانی استفاده میکنن. در نتیجه همه داده ها یک جا جمع میشه. اون بانک داده ای که همه سوابق درمانی افراد درش هست به نوعی اولین گام برای هوش مصنوعیه. اما داده ها فقط در صورت قابل دسترسیه که پزشک هم کارتش رو وارد دستگاه کنه. به یک معنا مثل کلیدیه که دست بیماره. اگه نباشه نمیتونم اطلاعاتش رو ببینم. باید بیمار تایید کنه.
بعد من کارتم رو وارد میکنم. حالا میتونم نتیجه سی تی و اطلاعات بیمار رو ببینم و ضمناً نتیجه عکس برداری رو ظرف 24 ساعت آپلود کنم که خیلی کار رو راحت میکنه. یعنی اگه بیمار به یه بیمارستان یا درمانگاه دیگه مراجعه کنه، پزشکای اون مرکز هم میتونن همین اطلاعات رو مثل من ببینن. ولی استفاده از هوش مصنوعی در درمان فقط مختص بیمارستان‌های بزرگ نیست. یه ور دیگه شهر استارتاپ کوچیکی پیدا کردیم که در خط مقدم علم پزشکیه. این سیستم رصد مغز برای ارزیابی استراب در مغز استفاده میشه که از روش میشه احتمال افسرده شدن شخص رو حساب کرد. در 10 سال گذشته تحقیقات فراوانی در حوزه تصویربرداری انجام شده که نشون میده فعالیت مغزی کسانی که افسردگی دارن حالت غیر عادی داره. ولی شواهد این ماجرا در MRI به دست میاد، نه EEG. در موارد افسردگی خفیف MRI چیزی نشون نمیده، ولی با سیگنال EEG یعنی سیگنال امواج مغزی حتی افسردگی خفیف رو هم میشه دید. این کلاه ارزونتر از دستگاه MRI و قابل حملم هست. فایدهش اینه که پزشک میتونه افسردگی رو به شکلی علمی تر تشخیص بده. ما از شیوه تحلیل با هوش مصنوعی استفاده کردیم که تغییرات داده‌های بیماران مبتلا به افسردگی رو تحلیل کنیم و شاخص‌هایی پیدا کردیم که میشه باهاش با قطعیت حدود 80% گفت که یک شخص افسردگی داره یا نه. این شرکت امیدوار سال آینده محصولش به بازار بیاد. هدف بعدیشون اینه که از همین شیوه در تشخیص بیماری آلزایمر، اختلال کم توجهی و احتمال ابتلا به بیخوابی هم استفاده کنن. این هفته اداره حمل و نقل لندن بنابر اون چه که نقض مکرر ایمنی خوانده گفته که مجوز فعالیت شرکت مسافربری اوبر رو در لندن تمدید نخواهد کرد. اوبر در مورد این تصمیم درخواست تجدید نظر کرده. گوگل 4 نفر از کارکنان خودش معروف به 4 فرد روز شکرگزاری رو در ارتباط با اون چه که امنیت داده ها و ایمنی کارکنان نامیده اخراج کرد. کارمندان دیگه گوگل این شرکت رو متهم کردند که اون 4 نفر رو به خاطر اعتراضشون مجازات کرده. سگ رباتیکی به اسم اسپات با پلیس ایالتی ماساچوست همکاری میکنه. دوست 4 پای بوستون داینامیکس در 3 ماه گذشته که تحت نظر بوده، در برخورد با حوادث به پلیس کمک کرده و در تمرینات هم شرکت داشته. و کارمندان ناسا اولین استروبیز یا فضانوردان زنبوری رو در ایستگاه فضایی بین‌المللی کار گذاشتن تا به فضانوردان کمک کنند که ایستگاه رو تمیز نگه دارند. این ربات‌های زنبورنما هوا رو تمیز می‌کنن و وقتی خسته میشن به محلی که باید شارژ بشن میرن. و در پایان نیروی دریایی بریتانیا نوع متفاوتی از جت رو از عرشه کشتی ملکه الیزابت پرواز میده. این جت پک یا کول جتی ساخت یک شرکت انگلیسی به نام گراویتیه که به کسی که اون رو پوشیده امکان میده تا حداکثر با سرعت 51.5 کیلومتر بر ساعت به مدت 5 تا 10 دقیقه پرواز کنه. اما در تایوان یکی از عوامل بیماریزا آلودگیه. آلودگی اونجا حقیقتاً زیاده. میگید نه؟ از استیون بپرسید. این آبشار موتور معروف تایپ است. یکی از مسیرهای اصلی رسیدن به مرکز شهر و هر روز هزاران نفر ازش عبور میکنند. تعداد موتورها باور نکردنیه. هزاران موتور. تا چش کار میکنه موتور. و میدونین از کجا میشه میزان آلودگی رو فهمید؟ از اینجا که کل فضا بوی گند میده. وحشتناکه. وقتی توی شهر را میری توجه نمیکنی. ولی اگه توجهت بهش جلب شه واقعا حال به هم زنه. به ندرت میشه که آدم در یک محل آلودگی رو ببینه و بو کنه و حتی حس کنه. این یک نمونه عجیب از یک مشکل فزاینده است، نه فقط در تایوان، در کل دنیا. شما فرض کن پشت چراغ قرمز روی موتور نشستی و جلوی یه موتور دیگه است که گاز سمیش صاف میخوره توی صورت شما و این کار هر روزه.
مردم هر روز باید این دود رو استنشاق کنن چون گزینه دیگه ای ندارن. آلاینده ها سلامتی آدم رو به خطر میندازن، به خصوص دستگاه تنفسی رو. آلودگی و ترافیک به یک مشکل بسیار بسیار بزرگ بدل شده، چون هر روز آدم های بیشتری به شهرها مهاجرت میکنن و فشرده تر از روز قبل زندگی میکنن. اومدم به مؤسسه علوم اطلاعات تایپی که ببینم در تایوان برای آلودگی هوا چه فکری کرده. دکتر چن یکی از محققان اولیه ایرباکسه. ایده خیلی ساده است، به مردم کمک کنیم آلودگی رو بهتر درک کنن و خودشون باهاش مقابله کنن. چجوری؟ بهشون یاد بدیم خودشون حسگر هوای ارزون و ساده بسازن. از سال 2015 که این برنامه اجرا شده تا الان هزاران حسگر کیفیت هوا ساختن و در نقاط مختلف جزیره کار گذاشتن. اول کار وقتی مردم شروع کردن از این حسگرها استفاده کنن که وضع محیطشون رو بسنجن، به نکات خیلی جالبی رسیدیم که پیش از اون در گزارش‌های دولتی منعکس نشده بود. در نتیجه دولت اول از این نتایج خوشش نیومد، ولی در نهایت پذیرفتن و گفتن بله، این وضع محیطیه که مردم توش زندگی میکنن. امروز بیش از 4000 حسگر آلودگی هوا در سراسر تایوان هست، از جمله یکی در هر مدرسه ابتدایی و راهنمایی. بعضی مدارس برنامه کاریشون رو عوض میکنن، یعنی اگه آلودگی هوا بیش از حد باشه فعالیت‌های بیرون از کلاس رو تعطیل میکنن. تحقیقاتی از این دست نشون داده که در تایوان چند منبع آلودگی بیشتر نداریم. مزدونین همیشگی که هستن، صنایع و نیروگاه‌ها و ترابری، ولی یکی دو مورد غیر منتظر هم هست، مثلا آلودگی که با باد از چین میاد و بعضی منابع که به هیچ وجه به ذهن آدم نمیرسه. در مرکز تایوان ابزارهای جدیدی داریم که چهره افراد رو همیشه بنفش نشون میدن. بده که خیلی بد. و دلیل اینکه این موضوع گزارش شده معابد بودن. ها، یعنی کسی رفته بررسی کنه و متوجه این نکته شده. مگه در معبد چی کار میکنن؟ مردم هم میخواستن همین رو بفهمن، بررسی کردن و مجرم رو پیدا کردن. آیین سنتی سوزاندن انبر. الان در دو معبد اصلی تایپه، یعنی لانگشان و جینگتیان، دیگه انبر نمیسوزونن. صحیح. برای اینکه اونجا هم ایرباکس نصب کرده بودن و بعد از مدتی تصمیم گرفتن این کار رو متوقف کنن. که نشون میده اگه مردم تأثیر چیزی رو بدونن رفتارشون عوض میشه. حل مشکلی مثل آلودگی بدون تغییر منش و رفتار ما آدم ها ممکن نیست. اینجا رو یادتونه؟ اینجا همونجاست، ولی چند هفته بعد. شاید باورتون نشه، ولی تعداد زیادی از موتورها دیگه هیچ آلاینده‌ای تولید نمی‌کنن و این بهترین تبلیغ برای گوگوروه، یه استارتاپ تایوانی که در عرضه اسکوترهای برقی در تایوان پیشروه. تایوان به لحاظ تعداد اسکوتر به نسبت جمعیت در دنیا اوله. هرچه مردم بیشتر به شهرها میان و زندگی فشرده تر میشه، نیاز به حمل و نقل برقی به عنوان یک شیوه پاک حمل و نقل جدی تر میشه. ولی مشکل معروف مرغ و تخم مرغ اینجا هم پیش میاد، درسته؟ بدون زیرساخت مناسب هیچ کس نمیتونه حمل و نقل رو کاملا برقی کنه. برای اینکه شارژ اون وسایل حمل و نقل برقی در چنین شهرهای بزرگی تقریبا غیر ممکنه. اما راه حل گوگورو چیه؟ مردم موتورهای برقی مخصوصی دارن که مالک باتریش نیستن. هر وقت باتریشون داره تموم میشه میان به ایستگاه‌های شبیه این و باتری خالی شده رو تحویل میدن و یه پر میگیرن. با ماهی 10 تا 30 دلار میتونید از حدود 1400 ایستگاه که در سراسر تایوان ساخته شده استفاده کنید. هر چی بیشتر پول بدین بیشتر میتونید استفاده کنید. اریک لطف کرد منو سوار کرد یه چرخی با یکی از این موتورها بزنیم و راستش فرق چندانی با موتورهای دیگه نمی کنه. صداش یکم فرق داره، مثل صدای بم موتور نیست، بیشتر شبیه زوزه است، ولی به جز این عملا با موتور معمولی فرق نداره. روزی که گوگورو میخواست اسکوتر جدید و فوق محرمانش رو نمایی کنه رفتم به دفتر مرکزیشون. این نوزاد تازه از راه رسیدمونه. به به. گوگورو سعی کرده با سبک کردن موتور و رنگ‌های جذاب و اضافه کردن چیزهای دیگه مشتری‌های جدیدی که اهل موتور روندن نبودن رو هم جذب کنه. ولی 2000 دلار بابت موتور برقی، اون هم با یه باتری، نه با دو تا. پولی نیست که همه کس بتونه بده. فکر می‌کنین این که مسافت کمتری میره برای مشتری مهم نیست؟ در تایوان مردم میانگین روزی 15-20 کیلومتر با موتور میرن.
این موتور تا 70-80 کیلومتر میره. بنابراین 3-4 روز یه بار باتری رو عوض کنن کافیه، که به نظر ما خیلی خوبه. بوگورو تخمین زده که مشتری‌هاش تا حالا حدود 80 هزار تن از تولید دی اکسید کربن کم کردن، یعنی چیزی حدود 25 هزار پرواز از یه ور به یه ور دیگه دنیا. واقعیت اینه که مشکلاتی مثل آلودگی هوا راه حل جادویی نداره، ولی دیدن تجربه‌هایی مثل تایوان که میتونه الگوی بقیه کشورها باشه آدم رو امیدوار میکنه. از دور به نظر میرسه که تایوان با مشکل بحران جمعیت روبرو نباشه، اما واقعیت اینه که هرچه مردم بیشتر کار میکنن فرصت کمتری برای تشکیل خانواده دارن. بعضیا به راه حل‌های سنتی دل بستند. In Taiwan, the children getting less and less. تعداد بچه‌ها در تایوان هر روز داره کمتر میشه. ولی اگه کسی بخواد خانواده تشکیل بده یا دوست پسر یا دوست دختر پیدا کنه یا ازدواج کنه، اینجا توی معبد شهر خدای معروف عشق رو داریم، خدای جفتیاب. هر سال هزاران جوان میان اینجا دعا میکنن که بختشون باز بشه و هر سال حدود 6000 زوج موفق داریم. بعضیا به فناوری بیشتر اعتقاد دارن. اپلیکیشن پاکتور که در سنگاپور بسیار موفق بوده اینجا هم داره جا باز میکنه. در تایوان کسی وقت برای زندگی شخصی نداره، به خصوص در شرکت‌های فناوری. کارگرها حتی زمان استراحت هم حق ندارن گوشی موبایلشون رو با خودشون بیارن. در نتیجه واقعا سخته کسی زندگی اجتماعی عادی داشته باشه. با اهل فن به خصوص در حوزه استارتاپ که حرف میزنی، مشخصه که خصوصا در صنایع سخت افزاری همیشه انتظار از کارکنان خیلی بالا بوده. هر وقت از کار بهت تلفن کنن باید جواب بدی و احتمالاً بری سر کار. خیلی ها هفته 6 روز یا 6 و نیم روز کار میکنن و اون نصف روز هم کشیک هستند، یعنی عملاً 24 ساعت درگیر کاری. ولی اوضاع داره تغییر میکنه. برای نسل جوان خیلی مهمه که کار و زندگیشون تعادل داشته باشه. الگوی جوامع دیگه با الگوهای سنتی تایوان اغلب در تضاده. تایوانی ها ذاتاً آدم های فروتنی هستن. یه جوری در دستگاه اعتقادی کنفوسیوسیشون هک شده. وقتی شما مدیر یه تیم مهندسی آمریکایی هستی، کارت به طور معمول اینه که همه رو دعوت کنی نظرشون رو بگن و نهایتاً روی نقطه به توافق برسن. در تایوان قسمت سخت کار اینه که کاری کنی مردم با هم بحث کنن، برای اینکه هر کی نگران اون یکی رو برنجونه. فکر میکنن رئیسشون از خودشون باهوشتر و واردتره، در حالی که ضرورتاً چنین چیزی نیست. با این حال اخیراً گام‌های مثبتی در این راه برداشته شده. سطح آموزش داره میره بالا، به خصوص برای زنان. در نتیجه زنان بیشتری به جای خانواده میرن دنبال شغل. یه تغییر فرهنگی جالبی در عرصه کارآفرینی داره رخ میده. خیلی ها به این نتیجه رسیدن که میتونی کسب و کار خودت رو راه بندازی و زندگی خانوادت رو تأمین کنی. ولی در کل حتی اونایی که در زمینه نوآوری به موفقیت رسیدن با چالش هایی روبرو بودن. اقتصاد اشتراکی که در منطقه بی ایریا در سان فرانسیسکو را افتاد، چیزایی مثل ایر بی ام بی یه جورای انگار وضع موجود رو به هم ریخت. انگار ساختار یا زیربنای اقتصادی موجود رو به هم بریزی. در تایوان چنین کاری خیلی سخت تره، برای اینکه همه به چنین کاری نگاه منفی دارن. اگه قانون چنین چیزی نمیگه، شما هم نباید سر خود بیای صنعت رو به هم بزنی یا مختل کنی. خب به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب bbc فارسی تماشاش کنید. با ما در تماس باشید از راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk و از راه توییتر با شناسه یا هندل @persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.